سلام، خوش آمدید سرخط خبر ده. واکنش های بیرونی به افزایش خشونت ها در افغانستان. امریکا، ناتو و سازمان همکاری های اسلامی افزایش خشونت ها را در افغانستان پذیرفتنی نمی دارند و خواهان کاهش بیدرنگ خشونت ها هستند. ما از طالبان می خواهیم تا زمینه را برای گفتگوها فراهم سازند و خشونت ها را کاهش دهند. کاهش خشونت ها برای صلح دوامدار لازمی است. ثبت بیش از 130 رویداد تازه ویروس کرونا در کشور، در حالی که وزارت صحت عامه از در راه بودن روزهای سخت در کشور هشدار داده، در دومین روز ماه رمضان رفت آمدها در پایتخت بیشتر بودند. در ولایت هرات 25 رویداد مثبت، بلخ 21، قندهار 20، کابل 16، پکتیا 16، نیمروز 7، سمنگان 7. افزایش ناامنی ها در شاهراه هرات، اسلام قلعه. شمار از اعضای شورای ولایتی و بازرگانان هرات از افزایش ناامنی ها در این شاهراه نگران است. آباد و شبش در اینجای عملیات هایی را برای انداختیم، پاس به دلیل که این ساحه را از وجود دشمن و از وجود دزدای مسلح از اینا باید پاکسازی بکنیم. با گسترش ویروس کرونا، با تغییر در سنت ها و رواج در میان شهروندان جهان، امریکا، ناتو و سازمان همکاری های اسلامی افزایش خشونت ها را در افغانستان پذیرفتنی نمی دانند و خواهان کاهش بیدرنگ خشونت ها از سوی طالبان شدند. سفیر ایالات متحده امریکا در ناتو می گوید که برای رسیدن به صلح، رهبران سیاسی افغانستان باید به تنش‌هایشان پایان دهند و حکومت با طالبان در روند آزادسازی زندانیان گام های سریع تر بردارد. در همین حال دفتر شورای امنیت ملی می گوید که طالبان پس از توافق صلح با امریکا تا کنون نزدیک به 3000 حمله انجام دادند که در این حمله ها در حدود 800 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. خالد نیکزاد گزارش می دهد. تنور جنگ افغانستان با گذشت هر روز داغ‌تر می شود. ولایت های سرپل، بلخ، غزنی و فاریاب در 24 ساعت گذشته گواه نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان بودند که 26 نظامی و غیر نظامی جان باختند و در حدود 40 تن دیگر زخم برداشتند. 8 نفر شهید داریم، 9 نفر زخمی داریم. تا خود ولسوالی سازمان قلعه همچنان حملات گسترده ای که طالبان داشتند از استقامت دا ولسوالی خواستن کرده کنند. با افزایش حمله های طالبان در روزهای پسین، اکنون نمایندگان اعضای ناتو در این سازمان در اعلامیه ای از طالبان خواستند تا خشونت ها را بیدرنگ کاهش دهند و زمینه را برای گفتگوهای صلح فراهم سازند. ما از طالبان می خواهیم تا زمینه را برای گفتگوها فراهم سازند و خشونت ها را کاهش دهند. کاهش خشونت ها برای صلح دوامدار لازمی است. امریکا و همپیمانان ما در ناتو با افغانستان متعهد خواهند ماند. با یک جا کار کردن، مردم افغانستان یک فرصت تاریخی دارند تا روند صلح را به پیش ببرند و سازمان های هراس افغان را نگذارند که در کشورشان پناهگاه داشته باشند. سازمان همکاری های کشورهای اسلامی نیز از تمامی رهبران و گروه ها در افغانستان می خواهد که خشونت ها را بیدرنگ کاهش دهند و درباره یک آتش بس دوامدار کار کنند. در همین حال زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان، از این اعلامیه پشتیبانی میکند و در صفحه توییترش از رهبران افغانستان خواسته است تا تنش‌هایشان را پایان دهند و رسیدن به صلح را در اولویت قرار دهند. بر بنیاد آمارهای حکومت، طالبان پس از توافقنامه صلح امریکا روزانه در حدود 55 حمله در کشور انجام دادند که در نتیجه 789 غیر نظامی کشته و زخمی شدند و طالبان در این مدت 2737 کشته و زخمی داشتند. در دوی پترورستی تحرکاتو که ترپخوا دیروالی را غلی دی، دوی اوس ترپخوا دیر در افغانان خلاف حملات کوي او دا په ټوله کې د سولې د پروسې لپاره د ضرر وړ مسله ده.
پیش از این طالبان نیز ایالات متحده آمریکا را به نقض توافقنامه دوحه متهم ساختند و گفتند که نیروهای خارجی بارها جنگجویان این گروه را آماج قرار دادند. دوی دا خبره کوي چې طالبانو عملیات زیات کړی دي، دوی دې په خپل مسؤلیت ادا کړي، دا عملیاتو سلسله به هم د طالبانو باندې به هم دا بانه ودرېږي، لکه اوس چې نن طالبان دا وایي چې دوی خپل مسؤلیت نه کوي ادا. از سوی هم دو روز پیش رئیس جمهور غنی از طالبان خواست تا در ماه مبارک رمضان آتش بس کنند، اما طالبان با رد این خواست گفتند که حکومت در روند سال کارشکنی می کند و این خواست پذیرفته نخواهد شد. با ثبت 133 رویداد مثبت ویروس کرونا، شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در افغانستان به 1463 رسید. وزارت صحت عامه میگوید که بیماری کووید 19 تا کنون 47 قربانی گرفته و بیشتر از 200 بیمار کووید 19 بهبود یافتند. در همین حال شمار از عالمان دین میگویند که ادای نماز در مسجد سنت است، اما توجه به سلامت فرض و شهروندان کشور فرض را نباید نادیده بگیرند. مسعود انصار گزارش میدهد. وزارت صحت عامه میگوید که تاکنون در حدود 8000 تن برای شناسایی ویروس کرونا آزمایش دادند. از این میان تاکنون شمار رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کشور به بیش از 1460 رویداد رسیدند. بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه شمار قربانیان این ویروس به 47 رسیده است و بیش از 200 تن دیگر بهبود یافتند. اسدالله فضلی رئیس پیشین صحت عامه کنر از قربانیان تازه بیماری کووید 19 در کشور است. در ولایت هرات 25 رویداد مثبت، بلخ 21، قندهار 20، کابل 16، پکتیا 16، نیمروز 7، سمنگان 7. از سوی دیگر در حالی که کمبود افزارها برای افزایش این ویروس در کشور وجود دارد، وزارت صحت عامه میگوید که افزارهای بیشتر به کشور رسیدند. یک نوید خوش دارم به متانم که RNA Extraction Kit که کمبودش احساس می شد هفته گذشته ما دریافت کردیم به قدر کافی. پیشتر وزارت ارشاد، حج و اوقاف و نیز شماری از عالمان دین برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در کشور در فتوای ادای نماز جماعت را در مسجدها تا پایان این ویروس ممنوع اعلام کرد، اما دیده می شود که شهروندان کشور در برابر این فتوا و دستورهای دولت بی‌پروا هستند و برای ادای نماز جماعت به مسجدها می روند. خودمی ملا گفت که بیادر ما میگم تثبیت میکنی یا نمیکنی، همین یک و نیم متر خودش به جان به خاطر به مسافه مراد کنی. این عالم دین میگوید که ادای نماز جماعت در مسجد سنت است، اما توجه به سلامت فرض است و هر کسی که در این باره بی پروایی میکند مقصر است. مسئولیت جان باختن و مبتلا شدن یک انسان به این مرض متوجه امو خطیب است که در این عرصه سهلنگاری کرده است. دین حرج نیست. از سوی دیگر در دومین روز رمضان دیده می شود که گشت و گذار مردم و نیز رفت و آمد موترها در جاده های پایتخت بیشتر شدند. چون در تو روزای کسای می برای که بسیار مجبور است. شخصا خودم کسرا همینجا مریض بود می خواستم ببرم به شفاخانه و سر خوردم همراه شما. خلق ولا بی پروا دی، ډیر بی پروا دی او زین خلق زګورم میلو ته زین پدی ورځو که. وزارت صحت عامه هشدار داده است که روزهای آینده روزهای سختی برای شهروندان کشور خواهد بود و این ویروس قربانی‌های بیشتر خواهد گرفت. وزیر صحت عامه میگوید که اگر شهروندان کشور دستورهای بهداشتی را رعایت نکنند، کشور با مرگ‌های گروهی روبرو خواهد بود. با گذشت بیشتر از دو ماه هنوز هم تنش‌های سیاسی میان ارگ و سپیدار حل نشده ماندند. ظاهرا آغاز روند گفتگوهای میان افغانان و سرنوشت شورای عالی مصالحه نیز منتظر پایان یافتن همین تنش هاست. در همین حال شماره از شهروندان کشور میگویند که اوضاع سیاسی آنان را ناامید ساخته. ارگ و سپیدار گفتند که تنش‌های سیاسی میان دو طرف از راه گفتگو حل خواهند شد. زهرا رحیمی گزارش می‌دهد.
بحران سیاسی که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری به میان آمده است، با باور شماری از آگاهان سیاسی روندهای بزرگ ملی چون صلح با طالبان را با چالش روبرو کرده و ایجاد شورای مصالحه و آغاز گفتگوهای میان افغانان نیز انتظار تفاهم ارگ با سپیدار را میکشد. طرح باشه که از دو سبب او اهمیت داشته باشه: یک، اتفاق اتحاد ملی را به وجود بیاره; دو، قدمای بعدیش برای صلح و ثبات افغانستان باشه. در غیر از او دیگه اش طرح کار نخواهد داد. تنش‌های سیاسی در درون نظام سیاسی افغانستان سبب شده که اعتبار افغانستان پیش شرکای بین‌المللیش پانده. شهروندان نیز میگویند که این تنش‌های سیاسی زندگی را برایشان دشوار کرده است و دیگر انتخابات برایشان مفهومی ندارد. آخر از افغانستان چی خواهد شد؟ اگر میکنن کنن، اگر نه اعلام کنن که یک مسلمان دیگه بشینن. ناک ما رای داده، ما را توبه بیخی از این رای دادن. دا خلق دور خسته سوی دل دی حکمان نه، چه قسم میده پا خدا باندی، چه زخت دیر خسته سوی، نه دا پاچهایی نسی که و خوش دی که بلتا. ارگ و سپیدار گفتند که میخواهند این تنش ها از راه سیاسی و گفتگو حل شود، اما میانجیگری های برخی از سیاستگران در دو ماه گذشته نیز برای پایان دادن به این تنش ها بی نتیجه بودند. اینها متاسفانه در حال اختلافات ذات البینی خود هست. من فکر کنم برای اینها شرم است. طرح حکومت توافقی از جانب ما همی هفته انشالله به هیئت میانجی سپرده میشه. بر اساس طرح صلاحیت ها، مسئولیت ها و فرصت های حکومت آینده به گونه برابر میان دو تیم پیشتاز انتخاباتی در نظر گرفته شده است. تا کنون 6 طرح برای از میان برداشتن این اختلاف های سیاسی بین ارگ و سپیدار دست به دست شدند، اما هیچ کدام ره گشای بیرون رفت از این بحران سیاسی نبودند. شهروندان می خواهند که هرچه زودتر به این تنش ها پایان داده شود. شماره از اعضای شورای ولایتی و بازرگانان هرات از افزایش ناامنی ها در شاهراه هرات اسلام قلعه نگران هستند. آنان میگویند که مخالفان مصالح دولت دزدان و آدم ربایان بر بخش های از این شاهراه حاکمیت دارند و در کنار کارمندان دولت بازرگانان و مسافران را نیز تهدید میکنند. در همین حال نیروهای امنیتی برای تامین امنیت شاهراه هرات اسلام قلعه در بخش های آسیب پذیر این شاهراه عملیات جستجو را براه انداختند. نصیر احمد صالحی از هرات در این باره گزارش فرستاده. عملیات پلیس هرات برای بازگرداندن امنیت به شاهراه هرات اسلام قلعه. این نیروها بازرسی خانه به خانه را در روستاهای ناامن شاهراه آغاز کردند. اینجا روستای شبش که گواه عملیات پلیس هرات است، یکی از بخش‌های خوانده می‌شود که همیشه کارمندان دولت و تجار در آنجا ربوده و یا کشته شدند. ما دستای قدس آباد، احمد آباد و شبش دهیج عملیات هایی را برای انداختیم، خاص به دلیل که این ساحه را از وجود دشمن و از وجود دزدای مسلح از اینا باید پاکسازی بکنیم. کشته شدن 5 کارمند بانک و آماج قرار گرفتن یک هموی نیروهای امنیتی از رویدادهای تازه در شاهراه هرات اسلام قلعه به شمار می روند. شورای ولایتی هرات افزایش ناامنی ها در این شاهراه را نگران کننده می داند. شاهراه هرات اسلام قلعه نه تنها برای هرات، بلکه برای افغانستان به عنوان یک شاهرگ بزرگ اقتصادی هست. چون بیشتر از تقریبا میشه گفت که بیشتر از امتعه که از خارج از کشور از مرز جمهوری اسلامی ایران وارد میشه از همین شهرها داخل میشه و تجار ما از همین مسیر رسمی هست رفت آمد میکنن. اگر این مسیر ناامن بشه مسلما تمام کشور از خاطر از این قضیه متاثر میشن. شاهراه هرات اسلام قلعه یکی از گذرگاه های تجارتی کشور شمرده میشود که روزانه صدها موتر حامل کالاهای تجارتی در این مسیر رفت و آمد دارند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گویند که ناامنی ها و فعالیت مردان مسلح در این شهر را اثرهای منفی روی تجارت در هرات دارد. سخت متاثر و خسته هستیم از موضوع امنیت در شهرهای هرات اسلام قلعه. به هیچ عنوان تاجر در مسیر شهر را رفت آمد کرده نمیتونه به دفعاتی مشکل به حکومت محلی و حتی به حکومت مرکزی انتقال داده شد و متاسفانه هیچ توجه خاصی نگرد. شاهراه هرات اسلام قلعه در هفته های پسین گواه ناامنی ها بوده است. آنگونه که مقام ها در هرات میگن، در ناامنی ها این شاهراه در کنار مخالفان مسلح دولت برخی از دزدان مسلح و آدم ربایان نیز دست دارند. نصیر احمد صالحی، طلوع نیوز،
شاهراه هرات اسلام قلعه. در ادامه تا چند لحظه دیگر، احتمال بدتر شدن اوضاع در نتیجه گسترش ویروس کرونا با تمدید زمان محدودیت ها در کشور. ادامه خبرها. وزارت صحت عامه بر آگاهی دهی دوامدار درباره بیماری کووید 19 و راه های جلوگیری از گرفتار شدن به این بیماری تاکید می ورزد، اما این وزارت بدین باور است که در اوضاع کنونی تغییر در برخورد و رفتار مردم بیشتر می تواند در گرفتار نشدنشان به این بیماری اثرگذار باشد. در چند روز اخیر در چند ولایت کشور کارزارهای برای آگاهی دهی درباره ویروس کرونا و راه های پیکار با این ویروس به راه افتادند. ننگرهار، پروان، کاپیسا و پنجشیر از همین ولایت ها هستند. وزارت صحت عامه می گوید که با توجه به سیر صعودی ویروس کرونا، احتمال بدتر شدن اوضاع و تمدید زمان محدودیت ها و قرنطین در کشور وجود دارد. این نهاد می گوید که تنها راه مبارزه در برابر ویروس کرونا در کشور به انزوا بردن شهرها و ادامه محدودیت هاست، اما دولت باید جلوی گرسنگی را در کشور بگیرد. در همین حال شمار از شهروندان کشور و نیز شمار از نمایندگان مجلس حکومت را در کار کمک رسانی به نیازمندان و بی‌پروایی متهم می سازند. گلاب‌الدین غبار گزارش می دهد. هفته هاست که شهرها به شمال کابل به انزوا رفتند. نیروهای دولتی بر رفت و آمدهای مردم نظارت می کنند تا جلوی گشت و گذارهای غیر ضروری را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا بگیرند. مردمانی که به دنبال نان بیرون می شوند ظاهرا به علت نبود کار شب دست خالی برمی گردند. ما کلگه قرنطیسم، فامیلم گشنه است، بیخی بسر بیکاری زیاد شده. هر کس دقم با خود از دهی وقت بده دقم خورد و فرد میکنن در قصه چار تا غریب نیست. با این حال وزارت صحت عامه میگوید که رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کشور در حال اوجگیری است و احتمال تمدید روند قرنطین در هفته های آینده وجود دارد. نیاز به این است که قدم های بیشتر گذاشته شود تا ما بتونیم به او خانواده ها هم رسیدگی کامل بکنیم. ظاهراً روند کمک رسانی فوری به نیازمندان تا کنون از سوی حکومت آغاز نشدند، کاری که با گذشت هفته ها با انتقاد تند نمایندگان مردم روبرو شده است. بیش از 60% مردم افغانستان چی در کابل چی در ولایات زیر خط فقر زندگی میکنند. اینا نانی به خوردن بیگه و سبایشان ندارند. اینا را پیش از اینکه کرونا بیاید از گشنگی میمونند. همیشه که با این وضعیت اینا ادامه بدن، حکومت هیچ گونه برنامه های استراری، برنامه های جایگزین و کدایی که در این یک شرایط کدای ایدیاتی و حمایتگر خانواده بوده باشه نداره. نمایندگان مجلس میگویند که اگر حکومت در این اوضاع نابسامان دست نیازمندان را نگیرد، احتمال فاجعه دیگری وجود دارد. یک فاجعه انسانی در راست که خود شما می دانید که هم مرض کرونا و هم فقر و بیکاری مردم افغانستان را یخنگیر است. افغانستان از کشورهای نادار به شمار می رود که بیشتر از نیم جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می کنند و بیکاری نیز از چالش های بزرگی دیگر به شمار می رود. در ادامه، افزایش بهای برخی از مواد خوراکی همزمان با رسیدن ماه مبارک رمضان در بازارهای کابل. در ادامه، شمار از رانندگان در شاهراه کابل کندهار با شکایت از اخاذی ها در مسیر این شاهراه در زابل شکایت دارند. آنان میگویند که شمار از نیروهای پلیس در زابل دست به اخاذی میزنند. فرماندهی پلیس زابل گفته که برای بررسی این شکایت ها باید در این فرماندهی شکایت ثبت شود.
همزمان با فرارسیدن ماه رمضان بهای برخی از مواد خوراکی در بازارهای کابل افزایش یافته. آمارها نشان می‌دهند که بهای لبنیات، ترشی‌ها و خرما در مقایسه با ماه پیش از رمضان افزایش یافته. خواهید دید. کشته شدن 3 شورشی در درگیری با نیروهای هندی در کشمیر. ادامه خبرها. اسپانیا محدودیت های رفت آمد را در این کشور از فردا تنها برای کودکان کاهش می دهد. اما در ژاپن که بیمه براه افتادن موج دوم ویروس کرونا افزایش یافته، کارمندان دولت برای 12 روز دیگر تعطیل شدند. با فرارسیدن ماه رمضان مسلمانان امیدوارند که ویروس کرونا نابود شود، اما شیوع این ویروس بر رسم و رواج های رمضانی نیز اثر داشته. ماه رمضان در حال در سراسر جهان آغاز شده است که ویروس کرونا سبب توقف بسیاری از رسم و رواج ها شده است، اما نه تمامی آنها. در بوسنیا برای خبر ساختن مردم از فرارسیدن زمان افطار توپ شلیک می کنند. اما پیش از آن بیشتر مردم مانند سالهای گذشته نان سنتی سومون می خرند. رمضان امسال مانند سالهای گذشته نیست. فاصله ها را باید مراعات کنیم و به دیدار دوستان و خویشاوندان رفته نمی توانیم. باید در خانه نان بخوریم. به علت شیوع ویروس کرونا اوضاع مانند گذشته نیست. در ژاپن رخصتی های سالانه هفته طلایی روز شنبه آغاز شدند و برای یک هفته ادامه خواهند داشت. اما حکومت از مردم می خواهد که 12 روز تعطیل باشند. در این هفته مردم ژاپن معمولاً به سفر می روند، اما امسال این گونه نیست. در اسپانیا که ظاهراً اوج بیماری کووید 19 سپری شده است، کودکان از روز یکشنبه اجازه خواهند یافت که از خانه ها بیرون شوند. شورای شهر پینیادا دمار برای این کودکان ماسک های رنگارنگ بافته است و به گونه رایگان به آنان توزیع می کند. اعضای شورای شهر به گروه از داوطلبان برای کودکان ماسک می سازند تا آنان بتوانند از خانه بیرون بروند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که یک تیم پزشکی چین به کره شمالی رفته است. این خبر در میان آوازه ها درباره اوضاع وخیم و یا مرگ احتمالی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و همزمان با افزایش تدابیر پیشگیرانه ویروس کرونا در این کشور پخش می شود. در درگیری میان نیروهای هندی و شورشیان در کشمیر 3 شورشی کشته شدند. درس پیش هم 4 شورشی دیگر در درگیری با نیروهای هندی کشته شده بودند. مانند بخش‌های دیگر هند، کشمیر هم در قرنطین به سر می‌برد. اکنون برنامه‌های ترو نیوز به گونه زنده در وبسایت دریا.نت و پدریا نیز قابل دسترس است. شب بخیر.